برام خداوند بخشنده مهربان سلام تقدیمتان. امیدوار هستم که روز تاییدم به خوبی سپری کرده باشین. برنامه رسم زندگی از نیم ساعت مهمان خانه های شما هستیم و امیدوار هستیم که برنامه خودتان را تا آخرین دقایق دنبال کنیم و شما هم میتونین در بخش دوم برنامه با شما تماس 020-220-1093 و همچنان 499 زنگ بزنیم و در پیوند با موضوع برنامه هر گونه نظری که دارین میتونین با برنامه خودتان شریک بسازین. موضوع امروز ما خیلی موضوع مهمی هست و همچنان با یک موضوع اجتماعی است، حقوق شهروندی، و ایره همه ما شما میفهمیم که حقوق شهروندی یک هدیه الهی است و جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها به شمار می رود و همچنان از سوی هم یک جامعه از نظر حقوقی نیازمند بعضی از مقررات می باشد که توسط از روابط تجارتی، سیاسی، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی را مد نظر گرفته و تا یک سامان ببخشند. و بدون شک زمانی که در یک کشور حقوق شهروندی مد نظر گرفته شود و برای شهروندان همی حقوقشان داده شود، او کشور از هر لحاظ میتونه یک کشور پیشرفته و شهروندانی که در او کشور زندگی میکنن میتونن راضی باشن. اما اینکه شهروند کی است و حقوق شهروندی چی است و چه اهمیتی داره که این حقوق را باید مد نظر بگیریم، موضوعاتی است که ما با مهمان برنامه ما در پیوند با تمام اینا صحبت میکنیم. و مهمان برنامه خودتان آقای نصرالله نیازی، استاد دانشگاه با ما هستن. خیلی خوش آمدین استاد بزرگوار. سلامت باشین، خوش باشین. سلام بر شما و بر بینندگان تلویزیونی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم دقیقات چندی در رابطه با موضوعی که روی دست داریم صحبت و گفتگو کنیم. بفهمید. البته حقوق شهروندی و یا به انگلیسی او را حقوق سیتیزنشپ میگه و یا حقوق شهروندی یکی از حقوقی است که انسانها در راستای زندگی اجتماعی، زندگی فردی و اجتماعی و سیاسیشان بالای یک دیگر دارن. نخست ما با پیام اسلام عزیز در رابطه با حقوق شهروندی سر میزنیم، میپردازیم. قرآن کریم میفرماید اینا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرآن عظیم الشان در رابطه با انسانیت و ارزشی از و حقوق انسان در زندگی میفرماید ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم و شما را ما با قبیله ها و با زبان ها و گروه ها و الوان ها و رنگ ها که از تقسیم کردیم و هدف از این تقسیم الهی بر نسل بشریت و بر انسانیت چی بوده است؟ و این اکرمکم عند الله اتقاکم و این باعث تعارف شما لتعارف و تا اینکه یک دیگر را بشناسیم. اما برتری و بهتری انسان در نزد پروردگار بر اساس تقوا و پرهیزگاری از او است. و همچنان پیغمبر بزرگوار اسلام 1400 سال قبل در رابطه با حقوق انسانیت میفرماید یا ایها الناس، خطاب به مسلمانها و به خصوصا کافی بشریت، بر جهانیان خطاب میکند این مردم، کلکم و آدم و آدم من تراب، همه شما از آدم هستین، از آدم علیه صلات و سلام آفریده شدین، از نسل آدم هستین، از اولاد بشریت هستین. و آدم و انسان از خاک پیدا شده است، همگی کتله و ماده اصلی انسانیت خاک است. و در اخیر میگه لا فضل للعربین على عجمین ولا على العجمین على عربین الا بتقوا. کدام فضیلت و برتری و کرامت و ارجحیت و افضلیت در وین نسل کافی بشر وجود ندارد مگر بر اساس تقوا پرهیزگاریش است. ما نمیتوانیم انسان غربی را بالای انسان شرقی و انسان شمالی را بالای انسان جنوبی و انسان تحتی را بالای انسان فوقی ما ارجحیت بدیم مگر ارجحیت و برتری او بر اساس تقوا پرهیزگاریش است. پس تقوا و پرهیزگاری در دین مقدس اسلام اساس عدالت و مساوات، حق دهی و حق گیری و احترام متقابل را نشان می دهد. پس ما وقتی که می بینیم بشریت امروز هم در راستای قانونگذاری خود، وقتی که آنها در قلمرو قانون انسانیت و یا شهروندی و قانون زندگی اجتماعی و یا فردی مثلا صحبت کردن، اونا از همین واجه های سخنان گرانبهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از پیام و یا وحی سماوی که قرآن است آنها استفاده کردند.
مثلا ما زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌بینیم در ماده هفتم خود، اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید انسان‌ها در مقابل قانون با یکدیگر مساوی هستند و هیچ برتریت ندارند و همگی از یک حقوق و از یک قانون مساوی برخوردار هستند. واقعا این جایگاهی در شریعت دارد که شریعت هم عدالت و مساوات و حقوق و برابری را برای بشریت لازمی دانسته و این را جزی زندگی انسانیت گفته است. بله. پس ما چطور می توانیم بشناسیم که شهروند دی چیست و شهروند کی است؟ مثل که شما عنوان گذاشتین موضوع خود را، شهروندی اصلا شهروند، اول شهروند کی است؟ شهروند کسی است که در زیر در جغرافیای یک نظام و یا یک حکومت زندگی می کند. بله. و حق خود را می شناسد و مطابق با قانون حق خود را طلبگار است و از قانونی که در نظام ساخته شده است از او حمایت می کند و تحت حمایت همان نظام قرار دارد به عنوان شهروند یک کشور. امروز وقتی که انسانها جواز شرعی و یا بر اساس اصطلاحات ما و شما تذکیره و یا شناسنامه که از ملت و کشور خود دارد به عنوان شهروند و اتباع همو کشور حساب می شود، پس در همه حرکات و فعالیت های حقوقی و قانونی خود مطابق به دستور و مطابق به قانون همان ملت مکلف است که باید راه برود. پس بعضی حقوق هایی است که یک شهروند بالای یک نظام و یک حکومت دارد، بالای حکومت خود دارد و حقوقی که دارد از جمله مثلا حقوقی سکن و یا به اصطلاح رهایشگاه. بله. و یا خوابگاه و یا جای سکونت و زندگی دارد که باید یک نظام مکلف است که برش به حیا مسازد و همان قسمی که قانون اساسی افغانستان هم در ماده 52 خود این برنامه را ذکر کرده که دولت را مکلف دانسته است که باید دولت در راستای بهداشتی و در راستای امورات صحی برای ملت مکلف است، باید او را آماده بسازد. مثل که گفتیم ماده 52 قانون اساسی کشور هم ایراد تایید کرده است. و همچنان و حق امنیت، امنیت آوردن در جامعه که یک شهروند باید در فضای صلح و امنیت زندگی کند. همان قسمی که امنیت چرا گفته می شود؟ امنیت گفته می شود آرامش و آسودگی و راحت یک ملت و در مقابله و یا مبارزه با خشونتگرایی. بله. و رابطه با حق تلفی و یا استبداد است. وقتی که یک نظام در مقابل استبداد و حق تلفی و یا ظلم استادگی می کند، ایرا مفهومی مثبتی که از این ببار میاد و را امنیت گفته می شود. بله. وقتی که خاطر و وجدان یک ملت و یک قوم و یک ملت وقتی که آرام میگیرد به این معناست که اونا احساس امنیت میکنند، به این معناست که یکی از حقوقشان برشان داشته، یکی از حقوقشان است و این حقوق شهروندی هر ملت است، بالای حکومت که باید حکومت امنیت اونا را برقرار کند و امنیت او را بگیرد. مثلا امروز افغانستان در آستانه توده های تهاجم مردمی قرار دارد که ما و شما امروز مشاهده میکنیم از طریق مطبوعات و یا تلویزیون ها و یا اخبار که امروز در خصوصا در پایتخت کشور راه اندازی بزرگی فعلا موجود است. بله. اما این هم یکی از حقوق شهروندی است. شهروندان یک کشور حق دارند که باید از دنبال حق خود باشند، از حق خود باید حق خود را طلبگار باشند. مثلا مثلی که و در ماده 22 قانون اساسی کشور. بله. ذکر است که یک شهروند افغان در مقابل قانون حقوق مساوات دارد، می تواند در چارچوب قانون حق خود را طلب بکند. پس و راهپیمایی یعنی استاد بزرگوار، صحبت‌های شما به این معنا هست که زمانی که یک شهروند احساس کنه که حق و حقوقش برش داده نشده در یک کشوری که خب می‌دونیم شهروند عضو رسمی یک شهر یا یک کشور است، برش حق و حقوقش داده نشده، یعنی قانوناً این اجازه را داره که او از حق خود دفاع کنه. بله، می‌تواند که در یک تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کند. بسیار خوب. ایره به انگلیسی پرشر گروپ گفته می‌شود و یک گروپی است که اینا فشار غیر مستقیم بدون کدام اسلحه و بدون کدام برداشتی سلاح و بدون کدام مثلا استعمال ابزار خشونت‌آمیز علیه نظام استاد می شوند، شعار می دهند
و یک نوع فشار بالای نظام بیارن تا اینکه به حقوقشان قائل شود و حقوقشان. خب استاد، ما صحبت ها را ادامه میتونیم با شما و صحبت های خیلی خوبی هم داشتین و هنوز هم برنامه رسم زندگی ادامه داره. میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و فراموش نکنیم. بعد از میان برنامه شما هم میتونید نظریات خوبی داشته باشین در رابطه با حقوق شهروندان. خوش آمدین، ادامه برنامه هست و شما هم میتونیم به شماره تماس 02-220-1093 زنگ بزنیم. موضوع برنامه ما هم حقوق شهروندی هست. هر گونه نظری که دارین در پیوند با این موضوع و یا اینکه هر گونه سوالی دارین میتونین از مهمان برنامه ما بپرسین. خب استاد، بر ادامه صحبتایی که شما در ابتدای برنامه اشاره داشتین و ما هم فهمیدیم که واقعا مد نظر گرفتن حقوق شهروندی یک از اهمیت خیلی زیادی برخوردار از در یک کشور، اما یک نگاهی به اجتماع خود ما میاندازیم. کشور ما چقدر برای مد نظر گرفتن حقوق شهروندان یا افرادی که در این کشور زندگی میکنن توجه میکنه و چقدر برش ارزش قائل هست؟ اگر یک اشاره برای اجتماع خود ما داشته باشید. همون قسمی که قبلا هم بعضی از ماده های قانون اساسی کشور را در رابطه با حق یک شهروند در یک کشور ما اشاره کردیم و معمولا شهروندان کشورها در کل دنیا دارای سه نوع قانون، سه نوع حقوق می باشند. بله. که او را حقوق اساسی و یا حقوق، یکی حقوق اساسی، دیگر حقوق سیاسی و دیگر حقوق اجتماعی گفته می شود. حقوق اساسی حقوق بنیادی یک شهروند است. بله. یک شهروند وقتی که در یک اتباع یک کشور است، در یک کشور زندگی می کند و او حقوق های بنیادی دارد، آن حقوق بنیادی او را قانون تعیین کرده است. و دیگر و حقوق سیاسی دارد که او را ما فعالیت های سیاسی میگیم، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حقی در شرکت های ساختار سیاسی، مثلا در مشارکت های ساختار سیاسی اشتراک کردن. بله. مثلا برنامه های سیاسی را پیش بردن و فعالیت های سیاسی داشتن در یک کشور، این هم حق یک شهروند یک کشور است. بله. که باید این برنامه را پیش ببرد. و حق سوم از برای یک شهروند حق اجتماعی از اوست. حق اجتماعی یک شهروند شامل می شود فعالیت های اقتصادی یک شهروند را و فعالیت های اجتماعی او را در جامعه، در ساختار جامعه، در روند شهروندسازی، شهرسازی، ملتسازی. به اینا یک شهروند حق دارد که باید اشتراک کند و حق او شهروند می باشد. اما آنچه که می بینیم، چرا مثلا امروز حق شهروند و یا شهروندی در افغانستان تعریفی سالم و کامل ندارد؟ و خیلی از هموطنان عزیز ما همیشه شکایت از این دارن که حق ما بر ما بگنی درستش دارن. ما سه حقی را که در رابطه به حق شهروند ذکر کردیم، اینا در کشورهای عقب مانده، کشورهایی که مثلا تاریخ افغانستان که می‌بینیم 200 سال میشه که افغانستان ایواز شهروند، شهرسازی و شهروندداری و یا تقویه دادن برنامه‌های شهروندی، اینها از جنگ سالاری و از استعمال اسلحه حمایت میکنن. 200 سال به این طرف تاریخ کشور ما از جنگ حکایت دارد. پس واقعا در یک کشوری که حقوق اساسی و یا حقوق سیاسی و یا حقوق اجتماعی یک شهروند تعریف نشود، بله، شناخته نشود، چطور میتواند که یک شهروند از حق مسالمت آمیز خود برخوردار باشد؟ پس و حق رسی و یا مثلا استفاده از حق خود برای یک شهروند وقتی این زمینه مساعد میشود که در او کشور و یا در او ملت و قانونی شدن و یا رفتن به سوی مثلا قانونی بودن تقویه پیدا کند. تماس داریم ببینیم که کدام بیننده ما تماس گرفتن. سلام، تقدیمتان برادر عزیز، خوش آمدین. سلامت باشین. موضوع برنامه ما حقوق شهروندی هست. اگر کدام نظری دارین یا کدام سوالی دارین در پیوند با موضوع برنامه ما میتونین بپرسین از استاد بزرگوار. از استاد سوال داشتم، من حقوق شهروند یک مثال تعریف کنم و دوم این فرد از چه حقوق هایی مثلا از دولت یا مردم برخوردار است. درست است برادر عزیز، و البته تمام سوال شما را استاد در ابتدای برنامه اشاره هایی داشتن که شهروند کی است و یک شهروند دارای چه حقوقی می باشن. تشکر از تماستان و بیننده باشین برنامه را. بله، و در افغانستان ما زمانی می توانیم که وقتی می توانیم که حقوق شهروندی را به شکل و جسمانی اصلیش و یا به شکل ساختمانی اصلیش ما مشاهده کنیم که در این کشور نظام قانونسازی و یا نظام تطبیقات قانون نهادی نشود، هسته قانون را همگی بشناسد
ملت به سوی قانونیت برود. مسئولیتی در این راستا کی دارد؟ در کنار دولت، مردم خودشان چگونه مسئولیتی دارند؟ تو همین چون حق هر کس است و هر کس همونطور که آزادانه حق داره، بخاطر حق خودشان و خاطر از اینکه حقشان پایمال نشن، صدای خودشان بلند کنه. در کنار دولت مردم چگونه مسئولیتایی دارند؟ مسئولیت های ما قبل در رابطه و حقی یک ملت بالای یا شهروند بالای دولت صحبت کردیم، تا هنوز حقوقی از اون به پایان نرسید و حقوق های دولت هم بالای ملت می داشته باشد. مثلا یکی از جمله حقوق هایی که دولت برای ملت دارد، احترام به جایگاه قانون، احترام به ارزش قانون، احترام مثلا به روندهای سیاسی و مشارکت مسالمت‌آمیز در روندهای سیاسی، کمک به دولت، حتی پروسه صلح و پروسه امنیت در یک ملت هم بدون مشارکت اجتماعی شهروندان پیش نمی رود. بله. تنها حکومت نمی تواند که از این روان را پورا کند و تنها نمی تواند یک دستاوردی در این راستا داشته باشد. تا وقتی که شهروندان حیثه صادقانه و مسئولانه در این حوزه رفتار نکنند. بله. زیرا که انمی و ساخت و یک امنیت در یک جامعه هم از بطن جامعه شروع می شود. بله. چقدر که مردم مسئول باشند و خود را مسئول بدانند، هم همون قدر می تواند که توسط مثلا برنامه های دولت هم اینمی برنامه ها تقویه پیدا کند. و دیگر و یکی از حقی که دیگری دولت بالای ملت دارد. بله. که باید ملت با آنچه که منافع عالیای ملی شناخته شده است به او احترام بگذارد و در حریمی از او تجاوز نکند. تماس استاد بزرگوار، بسیار زود ببخشن که برادرم عزیز ما پشت خط هستن. سلام، تقدیمتان جاوید جان، روزتان بخیر. بله، سلام علیکم. میشنویم صدایتان. میتونین سوالی داشته باشین یا نظری داشته باشین در رابطه با موضوع برنامه ما که حقوق شهروندی هست، از شما میشنویم. سلامونه تاسو ته محترم استاد سره ټولو لیدونکو ته. جاوید لبیب ما د کابل ولایت خمړی کني ولیدا. سوال مې د محترم استاد خبره یا چې د دې دوه پنځون د تاریخ نه مثلا د محصولینو ته او د زکاونکو ته ولیدا چې واروخیا نه ورکی ویګنه مثلا ثقافت اسلامي مضمون ده په دغه کې کوم شرایط چې اسلام برابر کړی دي د شهر او د یو منطقه کې یو څوک کسان مثلا زندگی کا ولی دغه تاریخ نه دی داسې موږ په مجموع کې نه وینو د فعالیت چې مثلا مسئولینو ته یوه روحیه ورکړه یا په مکاتبو کې او په پوهنتونو کې ما تاکید په استاد باندې همداره یا چې د مسئولینو ته په مجموع کې پوهنتون ټول مسئولین باید پابندي باندې وپوهول شي چې باید څنګه ژوند وشي، باید په مجموع کې د دولت او د ملت مابین اړیکې څنګه ټینګې شي او څنګه د اجتماعي ژوند په مخ باندې یوړل شي. سلامت باشین برادر عزیز، سوالتان را استاد بزرگ برای پاسخ کنید. مننه استاسو د سوال نه روره. ما مخ کی خبره کړی چې کله مثلا یو شهروند کله چې د حقوق او مسائل اوري او د حقوق په معنا باندې پوښوي، بیا هغه وخت هغه شهروند و هغه کډوال ولوس چې په یو ملت کې اوسیږي، هغه کولی شي چې مثلا د حقوق پرهنا خپل غوښتنه پیل کړي او د حقوق پرهنا خپل جون ادامه ورکړي. افغانستان څنګه چې موږ تاسو وینو د درې دهې درې لسیز د جګړې نه وروسته تقریبا یو دهه کېږي، یو لسیز کېږي چې افغانستان یو نیمکله نظام نیمګړی نظام شروع کړي او دا خبرې اترې پیل شوې دي او دا وخت غاری او دا کار کول غاری. او استاسو کومه نظریه چې دا وخدل چې باید یو استاد خپل شاگردان ته دسی او روزنه ورکړي او یا ورته انګیزه ورکړي چې مثلا حق باید پوښوي او حقوق باندې باید پوښوي او د شهروان باید حقوق باندې احترام وکړي. بله. او دا ان شاء الله او دا برنامه او دا انګیزه د کوم خبرې چې تاسو کوي او دا غنه سوچنده مخکې دا خبره روانه ده. بله. چې نن سبا الحمدلله هغه ثقافت و یا حقوق اسلامي یا حقوق مدني افغانستان یا اسلامي او قانون حقوق دي چې کله دا تعلیم ورکول کیږي یا شاگردان ته او روزنه کیږي او دا ان شاء الله رور دوی ترقی به وکړي. بله. او دا قانون ټول خلک وپیژني او زمونږه
یو اسلامی ولس دی او ان شاء الله قانون ته احترام وکړي. خب چون دقیق اخیر برنامه اساسات یک جنبندی کلی داشته باشین در رابطه با حقوق شهروندی، خب از تعریفشان فهمیدیم و ای که داره چه اهمیتی می باشه و ای که افغانستان در این راستا در چه گرافی قرار داره. گفتنی های اخیرتان را میشنویم، یک جنبندی کلی داشته باشید. جنبندی کلی ما همیست که همان قسمی که خداوند جل علا مجده انسان را بهتر مخلوقات آفریده و یکی از نعمتهایی که برای انسانیت ارزانی کرده است و او شهروندی بودن و حق داشتن و حقی شهروندی داشتن است. مثلا یک شهروند بالای دیگر حق انسانیت و حقی کرامت و حق شرافت دارد و یک ملت بالای یک دیگر دارد و همچنان ساختار نظام ها با ملت و از ملت با نظام دارد. پس باید افغانهای ما همیش در راستای مثلا حرکات و فعالیت های چی سیاسی است، چی فردی است، چی اجتماعی است و باید اینا محتاطانه عمل کنند. باید احترام به ارزش قانون داشته باشند و باید بدانند که افغانستان کشوری نیست که به پای خود ایستاده باشد. امروز که ما دستی خالی امروز ما دست طرف دیگران دراز کردیم و امروز همه جنجالهایی که در ملت ما از راه اندازی مان گرفته تا حق طلبی مان همه گی دیگرها استفاده میکن. این مشکل اینجاست که فعلا افغانستان ما و ما به عنوان یک شهروند وقتی که حق طلب هستیم اما حقی که ما میخواییم آواز ما و فایده ما را دیگرها استفاده میکن از اون. پس این مشکل از در افغانستان، باید شهروندان افغان محتاط باشند در راستای برنامه های شهروند سازی خود، در راستای برنامه های ملت سازی و امن و امان در کشور. باید همگی همدست و هماهنگ باشند و تا اینکه ما بتوانیم قانون را که از نهادینه بسازیم و بتوانیم در از راستای قانون یک استفاده مسالمت آمیز و یک زندگی دوستی داشته باشیم و می توانیم که بر اساس همین فعالیت ها سطح آگاهی مردم بالا بره و مردم بفهمه که قانون چیست و قانونی بودن چه معنا دارد. استاد چرا هم اکثریت وقتی نگاهی بیندازیم به کشور خود ما، مردم یا هموطنان عزیز ما قدر دقت نمی داشته باشن برای قانون، برای حقوقشان و یا خیلی ها اصلا آگاهی ندارن که مثلا من که یک شهروند یک کشور هستم از چه حقوقی برخوردار هستم، که کدام حقوقم برم داده شده، کدام حقوقم برم داده نشده که باید این حقم از من، حق خودم بگیرم. علت اصلی حاکمیت جهل در جامعه ماست. امروز اگر یک زن به نام حقوق زن اگر صدا می کند او مقلد غیر است. حتی در بطن جامعه خود، در متن قانونی مدنی و قانون اساسی کشوری خود کلام ماده‌ای که به خاطر منافع او نگاشته شده و یا موجود است از او خبر ندارد. و یا مثلا اگر ما حقوق اطفال بحث میکیم، اگر در رابطه با حقوق مثلا کلی یک جامعه بحث میکیم، او چیزی که در متن قانونی ما وجود دارد پیش شهروند و پیش مردی ما معرفی نیست. ما یا مقلدی چند سخن دیگر هستیم و یا از گلام کتاب یک جار گپ آموختیم و از او استفاده میکیم، یا اینکه از کدام دنیای خارج برای ما کدام دیکته شده و یا کم انگیزه داده شده است. پس اگر ما بتوانیم از متن قانون حق خود را طلبگار باشیم، باید متن قانونی خود مثلا ما طلب بکنیم. همان قسمی که مثلا امروز یک کسی که به عنوان مجرم مثلا در کشور شناخته میشود، تا وقتی که با ماده قانون میگه، ماده قانون 29 قانون اساسی میگه که یک مجرم و ولو که پیگرد تحت پیگرد قانونی هم باشه یا در محبس هم باشه، تا وقتی که از طرف قانون چی نشوه باید هیچ نوع تجاوز و تعذیبی موردی از او قرار نگیرد. تشکر استاد و موفق باشین. وقت برنامه به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودین سپاسگزار هستم. شاد سر حال سر بلند باشین. میخوایم یک جمله در اخیر بگویم دیگه، باید بر ما مهم نباشه که من هزاره هستم، من تاجیک، من پشتون، فقط یک چیز باید همه ما به این افتخار کنیم که افغان هستیم. وحدت ملی را فراموش نکنین. روزتان بخیر. خدا نگهدار.